ای دل با دوستان یک دم نشستن یاد گیر، ای دل با دوستان یک دم نشستن یاد گیر، با مروت عهد دوستی را ببستن یاد گیر، دشمنت رنجور اگر بینی به خوشحالی مرا، در سری بالینی به ماران نشستن یاد گیر، در سری بالینی به ماران نشستن یاد گیر. کاسه شهد به دست آید به دوستان و شکن، کاسه شهد که زهر باشد شکستن یاد گیر، عمری خود را صرف کن در صحبت مردان عقل، عینی حالت صحبتی بیهوده رستن یاد گیر، عمری خود را صرف کن در صحبت مردان عقل، عینی حالت صحبتی بیهوده رستن یاد گیر. بس کی رحمانی ضمیرت شد به یاران آشنا، بس کی رحمانی ضمیرت شد به یاران آشنا، پس از این در صحبتی آدم نشستن یاد گیر، پس از این در صحبتی آدم نشستن یاد گیر. ای دل با دوستان یک دم نشستن یاد گیر، با مروت عهد دوستی را ببستن یاد گیر، بر سری بالینی به ماران نشستن یاد گیر، بر سری بالینی به ماران نشستن یاد گیر، بر سری بالینی به ماران نشستن یاد گیر. شما تون بخیر تماشابینان عزیز تلویزیون سفینه، این مرتبه با یک برنامه تازه خاطره ها روی اکران هایتون پدید آمدیم و تصمیم گرفتیم اطراف یک هنرمند حرف بزنیم که در دنیای موسیقی تاجیک اصلا به عنوان یک هنرمند معنی سرا ثبت نام کرده است، یعنی او را همچون یک هنرمند معنی سرا می شناختند.
و او یک هنرمندی هست که زندگی رو با تمامی رنجوری ها، با کمی و کستگی ها، با موفقیت ها، با زیباگی ها، با رنگینی ها طریق غزل سرویده. یک هنرمندی است که ترانه هاش سراسر از معنی بود و یک هنرمندی بود که بر روحیه ما، بر روحیه مخلصان همیشه آرامش می بخشید. ترانه های بیشتر آرامتر می سروید و این هنرمند، هنرمند زنده یاد، هنرمند مردم تاجیکستان کامل جان غنیف است. و امروز ما دعوت کردیم برادر این هنرمند رو که برادرشان نیز هنرمند هستند، عادل جان غنیف، و در ابتدا یک ترانه زیبای استاد رو بازخوانی کردید. خوش آمدید برنامه. گفتیم که امروز برنامه رو در مورد برادر شما می بخشیم. طبیعی است که مردم برادرتان رو میشناسند، مخلصانشان میشناسند و یک نفر شاید کمتر، نفر زیادتر، یک نفر تنها ترانه هایشان رو شنیدند و دیدند، یک نفر شاید در محفل ها دیدند، در معرکه ها، در کجای و خوردند. اما من گمان میکنم نزدیکتر از همه شما با برادر بودید. و در ابتدای برنامه در باره ایدیل و با دوستان یک دم نشستن یاد گیر. با برادر همدم بودید، نشستن ها زیاد بود، دوست بودید و یا تنها برادر؟ من از خوردی نه تنها یا برادر، حتی فرزندشون هستم که یک جوه با هم در تمام کنسرت های در معرکه های در خرسندی های مردم ها سفر های هنری با هم یک جوه بیم. اومن همه وقت یک جو زیست داشتیم. ما در تربیه همون کس بابای رسیدیم و شاید همی یک ذره هم اگر آزخانی داشته باشیم اینم شرافتی همون کس است. تاثیری همی مردی بزرگ با ما رسیده است که امروز ها کمی باشد هم قلب ها را شاد میکنیم و در معرکه و در ایدهایی که در کشور بود بشه اشتراک بکنیم. و گفتم یک هنرمند معنی سرا بود. شما با این هنرمند بیرون از حدود اوهلاوی که همکاری کردید؟ در نظر دارم که شما را به دنیای موسیقی وارد کردن. دوران خردسالی در خاطرم خوب نقش مونده است. خانه ما یک چیگم یک توی خانه را شهادت میدود که چونکه آهنگسازان جمهوری خانه ما مهمان میشتن، نوازنده های چیرده است. ما از پس تیرزه های از درها رو تماشا کرده از اونها لذت میبردیم و شاید که تاثیر همون وقت در خوردی تاثیر این کس ها با ما رسیده است که با ارزو میکردیم که با مانند اینها یک جوشینی با موسیقار ها یک جای اگون چی کار کنیم، یک آهنگ بسازیم و شاید که مثلی برادر ما در معرکه ها اشتراک کنیم، یک حواسی در دل ارمانای دل بود. و امروز من در اویله هنرمند به دنیا آمدم. حاضر فقط یک از ایجادیاتی برادرم خواندم، چون که تاثیر همون کس که من هم غزل های غم انگیز می سرایم و غزل های تربیوی می سرایم و از قابیز و بیدیل و از مولانی و از حضرت جامی اومد سرودهایی که گوشرس هستند، یعنی که تاثیر میکند در معرکه و مردم میشنود، گوش میکند، همین با همین ما عقده های دلی خود را خالی میکنیم و با سراییدن، یعنی که هم سرود های تربیبی مثال هستند. جوان های ما بسیار جوان های خوشبختری نازی داریم که و سرود های مزمنان بلند رو گوش میکنند. اصلا از خوردی هم رو سیگه عادت نکردم به سرود های خیلی چیگه معنی باریک داشته. برادر رو سخت می گرفتن و یا تواجد؟ البته و یا اجازت نمی دادن قریب که سرودی شو خوندن برای ما ممنون می کردن. همه چیز قابل اون کس نبود و حتی در خوردی یلک های سرود های کلاسیکی می سرایدن. ترانه هایی که مضمونی بلند داشتن، بله. یک معنی فلسفی داشتن. بله. گفتید که هنرمندان می اومدن به خانه هاتون، نوازنده ها، آهنگسازان. از میان اونها که ها را به خاطر دارید از هنرمندان معروف؟ از هنرمندان معروف اکنون حسین نصرالدین، چون که برادرم اون کسا به خودشان استاد قبول میکردن. حسین نصرالدین هنرمندان ورزیده جمهوری همون گاه گاه باشن، هنرمندان که مثال در طرف اون وقت ناحیه بود، در منطقه حساب بودن؟ در منطقه بودگی و همشون قریب که حالی ما مهمون شدگی هستن. و سرود اولینتان رو در نزد برادر خوندن در خاطر داره؟ اکو به گپ زدم شاید خنده‌وارم باشد، لیکن این چیزی که
اساس است عجیب وقتی که من سرود میخوندم وای الکای عشقی بود خب عشقی بود جوان بوده جواب بوده و گفتن که برای شما حالی بر وقت این سرود رو خوندم همجا یک ساعت هم خوردگی بود امروز سیگار برای سرود عشق سرایدم نه برای که خدا دیو شو یه چیز برای تو خوندن حالی بر وقت آها حالا معنایش رو گفته درک نمیکنید به همین بالا برای همینا که بود معنی این چه صرفم نمیره چه مکتبی میخوندی بو وقتا که چکل نورس بودید نورس این پای پنج و ششو میخوندی بله ولی در هر سین و سال که میبودید من گمان میکردم که اگر ترانه مادر میخوندید حتما که قبول میکردن زیرا که مادر و برادرتان خیلی خوب وصف کردن خوب سرویدن ترانه مادر برادر رو بازخوانی میکنیم که چون مادر شما نیست هست برای مادر البته باز یک با همراهی آن کس پانا میرمید سریدی مادر و سم شما میرسانید باشد مرحمت
میدمد گل های خاکو برای مرقدت با خود نمایی روم برچیده گل ها را بیبویم ای مادر بیگویم مادری زارم کجایی روم برچیده گل ها را بیبویم ای مادر بگویم مادری زارم کجایی بگویم مادری زارم کجایی بگویم مادری زارم کجایی تشکر زیاد آقای عادل جان از نبودن مادر سرایدن این یک نقطه ضعف ما است مادرتان رو می‌خواستیم برای ما تصویر کنید مادرتان چگونه زن بودن و شما گفتید که از دیدارتان سیر نشدیم بر محل مادر از بین رفت از مادر هیچ کس سیر نمی‌شد بله از جمالش از نگاهش از تبسمش هیچ گاه یگان انسان من ندیدم که سیر باشد اکوی از شویر نویسته است ما انتخاب کردیم خیال کردم برای ما نویشتگی بله و من گمان میکنم که هر نفر که گوش کند گویا که برای مادری و سرایده باشد باید هم بخیل باشد بله خیلی زیبا این ترانه کی سرایده شد؟ این ترانه خیلی چند ساله ها شد این اگر خطا نکنم از 15 سال 15 سال عمر حتی زیادتر هم باشد میکن. یعنی اون زمان مادر شما در دنیا نبود؟ جو که کامل جان میسرایدن این سروده برادر هم میخواندن و در معرکه ها من اهمیت میدادم که چقدر قبول بودم این سخن بله. برای که سومه میشدن مردم بله ترانه ای که برای نفرانی که مادر از دست دادن مادر دنیا رو که پدرت گفت یک ملهم است برای اونها و من گمان میکنم که انسان هنگام گوش کردن همین ترانه در هر محیطی که نباشد و یاد مادرش میرود به همان لحظه های خیلی زیبایی که همراه مادر رو سپری کرد و شما هنگامی که همین ترانه رو بازخوانی کردید بیشتر کی رو پیش نظر آوردید مادر رو یا برادر رو خواندن همان ترانه های برادر رو در محفل ها خواندن برادر ما و چهره مادر نه اینکه یک مادر اخلاق همه مادرای تاجیکستان پیش نظرم میآید همشون هر یک مادری اگر در کوچه یا در بازار یا در دگان افتوبوس میگیم در کجای بینم اگر مادری که کم که قامتش خام گشته البته من با مادری خودم شباهت میکنم یعنی که سیمای مادر رو از اون از دیگر مادرها تو حاضر از خیال میکنم که هستم تاثیرناک خواندن و هر خیلی هنرمند نصیب نمیگردد وقتی اگر یا که متن اگر متن معقول بیاد به فکرم و تاثیر میسر روی جو که سخن و لوگیک کند من هم که قبول میکنم اگر سخن از دلی امون هنرمند برای من گمان میکنم خیلی خوب می برای اگر از قلبش برای دو بله و همراهی برادر تخمینا در کجاها بودید در کدام سفرها بودید من حتی همین خیلی گفتم میتوانم که 4 روز پیش از مرگشون در معرکه بودم در معرکه بودید معرکه 4 روز چهار تخمین علیقش 4 روز پیشتر و چند سال با هم گویم که برادر نه و همکار بودید زیاده از 40 سال گویم من یک با هم روشا یک جای گشتم نصفی عمر یک آدم نیست چون که با هم من در خانه اکم زندگی میکردیم یک جای بودیم در خانه برادرت در خانه برادرم زندگی میکردم و یعنی ما با یاردم میکردم مقصد که کمال جان هر کجا سفر میکردم با ممکن هفته هاش هم خانه نمی آمدن معرکه بسیار بود یا که کنسرت و گاسترول میرفتم سولو شما چرا در خانه برادر زندگی میکردید؟ من یک خانه پدرم و هر یک جایی بودیم در یک جایی بودیم یک من فقط چی میگم یاردمچی برادر بودیم یاردمچی برادرم بودم برای که دوست میداشتم
و اون کس با من هم مهری به اندازه داشتم. چند برادر و خواهر هستین در اویله؟ ما یک شش برادر بودیم، حاضر چهار نفر موندگی و یک اپا داریم میگیم که. از بین اونها فقط شما با همراهی برادرتون کار کردید هنرمند؟ همه از همه کلانی رحمت شادروان بودن، از همه گویم خوردی من. از همه خوردی شما؟ از همه خوردی. و ارکاگیتون رو در نزد برادر احساس میکردید؟ البته، تا دین حکو گویم برای ویو من ارکا بودم. بیا یک ترانه دیگر بخونیم. کدام ترانه شما رو انتخاب میکنید؟ بیا ترانه شیرین جان رو میخونیم. باشد، ترانه خیلی زیباست. اینا سامیانش بسیار بودم. بله، مرحبا. دلت از من جدا کردی و رفتی، شیرین جانم صدا کردی و رفتی، دلت از من جدا کردی و رفتی، دلت از من جدا کردی و رفتی. سلامم را شنو ای یاری جانی، نوشتم نامه از مهربانی، اگر دانی زبانی مهربانی، دیما گرمی توانی. شیرین جانم صدا کردی یو رفتی، دلت از من جدا کردی یو رفتی، دلت از من جدا کردی و رفتی. بسایت خنده کردم عاشقانه،
رفتی از برم با صد بهانه. کنون بین در لبت ای جانی شیری، پیدن دانی من مانده است نشانه. شیری جانم صدا کردی یورفتی، دیلت از من جدا کردی یورفتی، دیلت از من جدا کردی یورفتی، دیلت از من جدا کردی یورفتی. دوستان عزتمند، شما یک ترانه زیبای از آفریده های هنرمند مردمی تاجیکستان کامل جان غنیف شنیدید در اجرای برادر این هنرمند زنده یاد عادل جان غنیف، و تشکر زیاد میگویم برای شما برای اجرای زیبای همین ترانه. و طبیعی است که چون همراه برادر بودید و بیشتر از 40 سال با هم کار کردید، این ترانه ها در اجرای شما کاسته نمیشوند. و بعضن کارشناسان میگویند که اویلای هنرمندان، فرزندانشان، برادرانشان در گرفتن همین میراث، یعنی میراث هنرمندی، یک امتیاز دارند. خوبتر اون مکتب رو میفهمند، خوبتر اون مهارت رو دارند و خوبتر اون شیوه رو از خود کردند، چون که از محیط یک اویله هستند. در همون محیط نه تنها کار میکنند بلکه زندگی هم میکنند. لحظه های زندگی شما با برادر چگونه بودند؟ اون لحظه ها رو زیاد یاد میکنید؟ بیرون از محیط کاری، بیرون از موسیقی و سرود و ترانه و بیرون از محفل ها لحظه هایی بودند که خاطرمان هستند و بعد فراموش نمیشه. قریب که یکان لحظه فراموش نمیشد. حالت هایی بودند که حالت های خورسندی بود، میشد که حالت هایی که استاد سخت تا میگرفتن و ما گوشم میدادیم و گوشم میکردیم. و گاه ها اون که بعضی ها درست نمیفهمن یا میفهمن سخت میرسید، گوه کردیم نمیفارید، ولی برات بعدی که بعد خوش رو اگر فکر کنید دقیقا عمقی اگر سخنی استاد بکی رسید طریقه به آدم میخواستن که به فایده خودتون، به فایده ما بود. البته بله. البته به فایده ما بود و در انتخاب غزل ها بسیار تاکید میکردن. در نزد مخلصان یک هنرمند خیلی آرام طبیعت بودن. بله. در محیط اویله چی؟ در محیط اویله هم آرام طبیعت بودن. شوخی نمیکردن؟ گاه کم و در کم و از باید گپ با یک مشقت که میگریفتیدن. بسیار آرام طبیعت بودن. چند سال عمر دیدن؟ 72. ببینید 72 سال عمر دیدن و تا لحظه های واپسینی عمر در میان مردم بودن. بودن ترانه اجرا میکردن. ترانه میخوان. گفتم که 4 روز پیش حتی از مرگشان در یک محفل بودیم و اونجا خورسندانه خوشبختانه بسیار دوستاشون در اونجا بودن و گفتن که کامل جان خیر شما اکنون کمتر استراحت کرد با ما. عادل جان سرایت بسیار مقصد که شما قدر دارید الکایی که مقصد که نامبردار شما هستند انشاءالله. میگوین که بعضی انسان ها مرگ رو احساس میکنن. برادرتون بگون سخن هایی که خرکتری واپسینی داشته باشد، خیر بودی داشته باشد، میشنیدید لحظه های آخری؟ ها گاه گاه در تنهایی میگفتن که خودم میدانم. خودم میدانم. خودم میدانم میگفتن. و برای شما چیزی نمیگفتن؟ خیلی نه همه چیه. برای اسمشان، برای ترانه هایشان؟ برای ترانه ها نه، که در انتخاب غزل گفتن همین مکتبی که من، همین روحی که من پیش گرفتم شما میتونید همین دوام تید، فقط از همین چیز میتونید دیگر طرف مایل نکنید. شما همین سبک خواندن شما برای من معقول، همین چیزی که من گفتم همین کار دوام تید و دیگر آینده و کسی که اگر این مقصد که اگر مایل پیدا کند شما میتونید که آموزش تید.
و واقعا هم کمدین غنی از جمله همون هنرمندانی است که در منطقه حساب در وادی حساب خیلی معروفیت داشتن، محبوبیت داشتن. در محفل و معرکه ها، در خرسندی و در شادی های مردم خیلی زیاد بودند. و ببینید که تو کم به هنرمندان دست میدهد که تو لحظه های آخر عمر ترانه اجرا کرده توانند. و مهم این که یادشون ماند. من در خاطر دارم که در یک برنامه خاطره ها سالی گذشته همین تابستان بود که اومده بودند و ترانه هایشون را بازخوانی کردند. یک کم خاطره هایشون را از حیاتشون، از فعالیتشون، از همون لحظه های جالب زندگیشون برای مخلصان نقل کردند. و مهم این که اسمشون ماند برای نفرانی که با مردم کار میکنند، برای نفرانی که با مردم هستند، با قبل ستاره هستند. کم به این هنرمندان دست میدهد که اینقدر معروفیت داشته باشند، اینقدر محبوبیت داشته باشند و احترامشون بکنند. مهم که آفریده هایشون برای ما ماندن و هر لحظه من باور دارم که مخلصانشون از شنیدن اون ترانه ها خمار دل میشکنند. و حالا که ما به انتهای برنامه نزدیک میشویم، باید با اجرای یک ترانه دیگر خمار دل مخلصان را بشکنیم. البته کدام ترانهشون را میخوانیم؟ یک سرودی که در حاضری خودشون میخوندم، در نزد خودشون، در نزد خودشون و مقبولی خودشون هم بود. مبارک سهره بودو چی فرخونده شبه، چی مبارک سهره بودو چی فرخونده شبه، آن شبی قدر کیان تازه براتم دادم. من اگر کام روا گشتم و خوش دل چی عجب، من اگر کام روا گشتم و خوش دل چی عجب، مستحق بودم و آن ها به زکاتم دادم. مستحق بودم و آن ها به زکاتم دادنه. این همه شهد و شکر که سخنم میریزد، این همه شهد و شکر که سخنم میریزد، اجری سبریز کزان شاخی نباتم دادن. همتی حافظم فاسی سهر خیزان بود، همتی حافظان
انفاسی سهر خزان بود کی زیبندی غمی ای یام نجاتم دادم دوش وقتی سهر از غصه نجاتم دادن اندران ظلمت شب آبی حیاتم دادن اندران ظلمت شب آبی حیاتم دادن تماشابینان عزیز برنامه را برای امروز جمع بست میکنیم همراه شما بودم زرین رحیمی خیر ازیان